اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. حلاج میهنم بر دار مرگ اهل ولایت، رقصی شکوهمند منصوروار آغاز کرد و با هزار تیغ خلیفه تا جاودان مینویش پرواز کرد. محجوب یک لحظه بود، چون شعرواره های ابوالخیل بیدوخت در عزایش باری دگر با پادشاه عشق صالح علی شاه دیدار کرد. علیرضا نوری‌زاده دوشنبه 22 فوریه 4 اسفند به شما سلام. بانوی گرامی، مادر عزیزم بانو حسینی، نمیدونم در داغی که داری چی بگم برای فرزند بیگناهت، برای بهنام که به دست جلادان ولی فقیه به قتل رسید، با داروی سمی او رو کشتن برای اینکه دیگه صدای صالح علی شاه بلند نشه، فرزندان او دیگه نباشن، تجلی مذهب در عشق نباشه. با عشق مذهب رو نشناسیم، بلکه با نفرت، شمر، هرمله، گلوزد، نمیدونم علی اصغر دروغین، امام زمانشون، نایب امام زمانشون، آقای آدمای چپ و راستی که درست کردن خاندان نوبختی و غیره و غیره و سید علی آقا، این داستان دین اینا. اما اون دین، دین عشق بود، دین بیدخت، دین عشق. من اونجا بودم و شب دیدم که ذکر ستارگان میگفتن، عاشقانه آسمان رو ستایش میکردن، پروردگارشون عاشق بود، همونطور که من میگم تو برنامه‌ام، پروردگارشون مهربان بود، قاسم جبار نبود، پروردگارشون خلخالی نبود که حداد عادل ازش ستایش کنه. چقدر این مردک از چشم من افتاد و از چشم همه اونایی که فکر میکردن آدمیه. احمدی نژاد هم خدمتش رسید، خیلی جالب بود، گفته بود که این به احمد نژاد گفت دیگه ول کنی نمیاد، و یعنی خب برنامه رو ریختن دیگه، آیزنه و آقا دامادشون نشستن برنامه ریختن برای ریاست جمهوری. احمد نژاد برگشت گفت وای این آدم هایی که رنگ عوض میکنن، قبل از انقلاب دست شهبانو رو میبوسن، حالا اون میگه فرح، نمیگه شهبانو، اینقدر بیادبه، دست شهبانو رو بوسیدن و بعد از انقلاب رنگ عوض کردن. آقای احمد نژاد برای اطلاعات کیفکش سید حسین نصر هم بودن، آفتابش هم آب میکردن، بله از این کارها هم ایشون خیلی کردن. بعد از انقلاب هم چنان چاپیدن و بردن، شما خودت که در دوران شهرداری یادتون زمین رو که بالا کشید به اسم مدرسه، آب رویزی هایی که کرد در دوره شما، در دوره آقای قالیباف، دوزدی های کلان در خدمت آقای سید حسین نصر و زنده یاد احسان عراقی. من عراقی رو دوست داشتم، آدم صادقی بود، فرق داشت با اینا، میرفت شهبانو رو میدید مرتب، دوستش داشت، باش میشه صرف میزد، مثل دخترش بود، فرزندش. باری خانم بتول حسینی، مادر
لهنا محجوبی داغدار، همسر نازنین او داغدار صالح. و جالب اینه وکیل او، وکیلش، چقدر از این وکیل نازنین خوش آمد، چه آدم حسابی بود، مصطفی دانشجو وکیل دراویش دیگرم بود، خودشم درویش. میگه بهنام محجوبی شبهای بلند قفس را با شعله عشق، بیدار عشق سر کرد و با تنی خسته و قلبی مالامال از غم یار پرکشید. آفرین آفرین. بله بله، محجوب رو به زندان بردن، سم به او دادن. شما بینید در مملکتی که وزیر بهداریش، وزیر بهداریش میگه به من بگید مدیر کل مردشورخانه، مملکتی که وزیر بهداشت، قائم مقام آقای وزیر، آقای حریرچی، میگن آقا اوضاع خیلی خراب، در خوزستان روزی 200 نفر مبتلا میشدن، الان روز 3500. به این نوع دومش هم گرفتار شدن، ویروس جهش یافت. خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، گیلان، هرمزگان از مناطق اصلا اونور خط قرمز و سرخ هم، سیاه هم رد کرد. ببینم نوع تعامل اینها با اینه. سدریقا زد، خیالش راحت شد، زدن واکسن آمریکایی برای خودش، فرزندانش، همه کس و کارشون زدن. دیگه آیزنه محمد آقا رو هم زدن و خارزاده اونم زدن. البته میردامادیان هم، اونا استثنان، دایی و اینا از اون طریق آقای خامنه‌ای رو به اینا لطفی ندارد و اونا استثنا شد. در روی بسیار متاسفم برای هموطنان. آقای شهاب حسینی یک عذر بدتر از گناه آورده بود، توجیهی کرده بود خیلی برای من جالب. او تو داره با کسی که قرار فیلم بسازه، شما هم هستی توش، نه اینو بگو سریع، اگه قرار فیلم بسازه و شما به خاطر ساختن فیلم به امریکا رفتی که الان تمام کارهای سینمایی متوقفه، برای من تعجب آمد. پسر من فیلم سازه، اتفاقا به این شهابم علاقه داشت، میخواستی باید دعوتش کنی برای. و بعد میاد میگه آره من رفتم اونجا واکسن رو بودن به پیرا و سن بالا و مریضا و اینا بزنن، بعد معمولا 20% زیادی میرن اونجا مون زدن به اونایی که تو نوبت بودن، ما هم رفته بودیم تو نوبت بسن. معلوم اون رفیقشون که اونجا آدم خیلی واردیه، آقای حسینی حک و راست صادقانه میگفتی آقا جان حفظ جان اوجب واجبات، منم امریکا بودم، گرین کارت هم دارم، خب رفتم زد. خیلی صادقانه این توجیهات هم نمی کردی که روز به روز نزد مردم اعتبارتو کمتر بکنی. چرا؟ تو آدم هنرمندی هستی، نیاز به این بازی ها نداری. خب پولم چقدر ارزش داره؟ چقدر آدم باید برای پول دست و پا بزن؟ آقا تا کجا؟ پولم یه حدی داره، آدم میگه خب انشالله خداوند بیشتر بهت بده عزیز، ولی دیگه بابت اون که نباید زندگی و هستی و خودت و جانت و آبروت و همه رو به این ببری، قشنگ نیست. بله توی این اتفاقاتی که افتاده، یکی زلزله سیسخت بود و عدم رسیدگی دولت و هلال احمر که سر و صدا خیلی رو در آورد. تو پنج داریم کلیپی ازش که تماشا کنیم بعد 11:30 شب شهر سیسخت. این هم مردم زلزله زده شهر سیسخت که همه به این شکل بیرون خونه هاشون آتیش درست کردن و تا صبح مجبورن کنار آتیش تو این سرمای منفی 5000 سانتیگراد زیر صفر تحمل کنن. آقا این بحثه زندگی مانه، از تو به ما گفتم برین استانداری، برین دم فرمانداری، رفتیم دم فرمانداری، گفتن آقا هلال احمر داره اسم سالان توضیح کنه، رفتیم سر صف از بیت تا پلکه الله صفی
گفتن آقا بیتی تا دوزی کنید نصف مردم دوزی کردن همش غریبه بی همش غیربومی بی نه مدیریتی بی نه هیچ نهی ببرسید زندگی مردم سیسا کنید بینو چطوره از دوش تشید یه نفر نومه سوال کنید بینو اصلا شما به قول معروف چادر دارید چه دارید سرپوش دارید قضا دارید نوبایل همش تحتید گاز تا الان هنه من نیاره اصلا الان نیاز اساسی تو چه نمو شما؟ یا هم یه چادری که حداقل سرپوش از آن قضا هم نیخیم هیچ نیخیم هم یه سرپوشی بود که زمبسه دوی زمبسه مون ماشین خودیه آقا منون بسم الله الرحمن الرحیم امروز مورخ 3/11/99 هم اکنون که میبینید مردم ساکن مسکن عمر شهر سیسخت در این بارش برف شدید در خیابون ایستادن به علت این که به گفته مسئولین هلال احمر و ستاد بحران 5000 صادر برای اسکان این مردم شریف آوردن ولی متاسفانه 5000 صادر اصلا نمیدونم کجا رفت زمین لرزه اول یه تاپون داد گذشت رفت با کود دنها که خورد انعکاسش برگشت چنانی تاپون داد که کل خونه ها پوشید یه دفعه که زلزله اومد هیچ برقا دیگه رفتن و خلاصه ما سری بچه رو برداشتیم و بردیم بیرون و کل ساختمان های این منطقه به همیش یعنی 100% تخریب 100% خسارت کل خونه هایی که از مساله بنایی ضربه خورده مساله بتنی ضربه خورده مساله کلنگی بنایی که دیگه اصلا حرفشو نزن یعنی یه خونه دو خونه نیست که بگیم سالم باشه کل برف و بارون که از آسمون این رژیم از روز اولش نکبت بود تا امروز تاریخ ما رو دوران پهلوی رو نگاه کنیم تعداد زلزله ها رو مثلا مشخصه زلزله طبرس بوئین زهرا زلزله جنوب توی بسات توی استان فارس زلزله های مشخصی هست تعداد انگشت ده از روزی که این نکبت ها آمدن با خودشون انواع مرض ها زلزله ها سیل مصیبت های زمینی و آسمانی رو با خودشون رو بود به خاطر اینکه اگر معتقد به خدا به هیچ چی هم نباشیم نظم طبیعت که این شاغلوس ها رو به خودش نمیپذیره اینا قده سرطانی هست و دفعشون میکنه بدن طبیعت اینا رو دفع میکنه اینا متعفنن هادی خورسندی عزیزم یه طنز نوشته بود راجع محسن رضایی شاهکاری برید بخونید حتما تو برنامه خودشم توی تلویزیون ما ایران فردا عنوان خواهد کرد آخه سبزوار تازگی گفته بود مثل شاه عباس میره تو ماشینا میشینه با لباس مبدل حرفای مردم رو گوش بده بر مبنای این هادی طنزی تنظیم کرده بود شاهکار از شاهکاراش و به خصوص برای محسن برای سبزوار سیبیل شاه عباسی هم گذاشته که این داره شاه عباس رو تقلید میکنه که آتی مردم میره واقعا از شاه عباس کبیر رسیدیم به سبزوار رضایی وقتی معلمان اخلاق و مدیران مدرسه‌مون شداد ظالم حداد عادل بشن و این آقا دبیر مجمع تشریح مصلحت و حسرت مدار ریاست جمهوری خب همین هم میشه باری آنچه رو خواستم الان بگم در رابطه با یک بزرگ مرد شما وقتی راجع به دیپلمات‌های عصر پهلوی صحبت میکنید هر کدوم شما اون روز راجع به انصاری صحبت میکردم با دکتر خونساری مثلا اینا نبادگان میرزا جوادخان گرمرودی که انصاری هم لقب داشت
و تماماً چهرهای برجسته. دو روز قبل امیر ارسلان افشار از میان ما رفت. بسیار به این مرد ارادت داشتم، خدمتش نیستی بودم. 102 سال عمر کرد. اولا این از یه خانواده بسیار بزرگ بودن، هر دو برادر امیر خسرو و امیر ارسلان از برجستگان، دولتمردان برجسته عصر پهلوی. این انسان در مقام سفیر در آلمان، در مقام سفیر در ایالات متحده آمریکا، کاردار در هلند، در جاهای دیگه، واقعا نمادی از یک دیپلمات وطن پرست برجسته. بعدم رئیس تشریفات دربار شد. شما وقتی میری جای هرمز غریب رو میخوای بگیری باید خیلی شأنت بالا باشه. و این آدم اونجا یکی دو تا مصاحبهش به منم رفتم، فوق‌العاده قشنگ عمل کرد. ای کاش انسان‌های مثل او، زندیا، دکتر بختیار، اینا مجال داشتن میموندن. او خیلی آدم نازنینی بود، من واقعا دوستش داشتم. این همسرش دختر ساعد مراغی، و ساعدم یک بانوی خارجی بود همسرش. دکتر مهدوی دامغانی یک مطلبی داره راجع به وصیت‌نامه ساعد مراغی. یه قدری زیباست این مطلب. ساعد هیچی نداره. بعد دکتر مهدوی میگه چی رو میخوای ببخشی؟ آخه تو که چیزی نداری. نخست وزیر ما بوده چند دوره، دیپلمات ما بوده چند دوره، دامادش هم میشه امیر ارسلان افشار. یک انسان برجسته، یک انسان باسواد، یک وطن پرست به معنای واقعی کلمه. و الان دیپلمات‌های جمهوری اسلامی رو ببینید، حمال تروریست. آقای اسدی تروریست آدمکش که بمب میداده توی پیتزا فروشی به یه آدمی که با زنش برن بمب بذارن توی مجاهدی. حالا چند تا آدم اونجا کشته میشدن خدا فقط میدونه. این دیپلمات جمهوری اسلامی. جناب آقای حسین موسویان در آلمان میکروس انجام میشه، بعدن ایشون میره ایران، تو ایران هم اونجا بازیایی داره و بعد میاد بیرون میره آمریکا که فوق دکترا بگیره، ولی میشه دلال رابطه جمهوری اسلامی و آمریکا. این هم آقای حسین آقای موسوی. یه دیپلمات برجسته صاحب نام داریم به نام مرتضی سرمدی که بارها من ازش گفتم، قائم مقام وزیر خارجه، بازنشسته کرد خودشو چون حاضر نبود در این جرائم و خیانت ها شرکت داشته باشه. اون وقت یه نفر دیگه از وزارت اطلاعات میارن به اسم حمید سرمدی، میفرستنش در تاجیکستان که همه فکر کنین لابد برادر سرمدیه یا پسرمون، در حالی که اسم مستعاره. حمید سرمدی از آدمکشای قلطای زنجیره‌ایه، از آدمکشای پیشینشه، میره و میشه سفیر. تلویزیون طلوع یه مصاحبه کرده بود با آقا عباس خان عراقچی، همطور یه مصاحبه با سفیر جمهوری اسلامی. تلویزیون طلوع دروب میفرستم جوانای نازنین، مچه اینا رو گرفتین آبروشون هم بردین، آبروشون رو بردین که میرن بغل دست ملا برادر میشینن و بوسه بر پیشانیش میدن. البته خود آقای خامنه‌ای هم ملا منصور رو بغل کرده بود و ماچ میکرد. ملا منصور که زن سیغه هم بهش داده، سنی بود طرف، زن سیغه بهش داده. به هر روی این آقای ملا برادر میاد ایران، اولا با عراقچی ملاقات میکنه، بعد با آقای شمخانی، بعدم با آقای جواد ظریف. انگار مردک یک آدمکش بیابونی توی افغانستان، میاره اینجوری تاج سر رو سرش رو میده. گوینده تلویزیون طلوع یقه آقا عباس رو میگه آقا جان اولا چرا برای شهروندان افغان توی رودخونه گلوله زدی کشتیشون؟ 40 سال اینا اونجا خدمت کردن به شما. نه خیر، ما نمیخواستیم بکشیم، اتفاق پیش میاد. چرا طالبان رو تو ایران پذیرفتی؟ مگه این دیپلمات‌ها شما رو نکشتن؟ مگه این همه جنایت به افغانستان نکردن؟
بانوان افغان هم اگه اینو نکشتن دانشجو رو دانشگاه کابل میکشن، فردا شما تو تهران اینو میپذید. نگاه کنید این مردک قائم مقام وزیر خارجه، حالا آقای سرمدی کجایی؟ ببین کی جاد نشسته. بله چی، تشکر از اینکه به ما فرصت دادید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم که از بنده دعوت کردید برای این برنامه. وقتی دیدن که یک مهاجر افغان در یزد آب میخواست، چه احساس داشتن وقتی او تصویر و ویدیو رو دیدن؟ روابط ایران و افغانستان روابط بسیار گسترده، طولانی و عمدتاً دوستانه ای هست. ترجیح من این بود که این مصاحبه با نکات مثبت از روابط شروع بشه و ما در یک میدونم میرسیم به اونجا، ولی شروع مصاحبه از نظر من این بود که ما اول بفهمیم که این دو کشور چه ارتباطی با هم دارن و بعد به مسائل دیگه بپردازیم. اما من دنبال روی میکنم از آنچه که شما میخواهید و شروع کردید. مسلماً حادثه بسیار بدی بود و تأثیر همه ایرانیان رو برانگیخت، از جمله خود من. این حادثه بسیار غم انگیز بود، ولی حادثه ای بود که ممکن بود برای ایرانی ها پیش بیاد، ممکن بود برای اتباع دیگر پیش بیاد. فقط یک حادثه بود. خود شما فرمودید میلیون ها افغانی در ایران در طول تقریبا 40 سال گذشته زندگی کردن، تا 5-6 میلیون رسیده در یک زمان، گاهی کمتر گاهی بیشتر. الان فکر میکنم حدود 4 میلیون افغانی در ایران باشند. این که در بین 4 میلیون گاهی هم یک حادثه پیش بیاد تأسف برانگیزه، ولی خیلی دور از ذهن نیست. ما نمیخوایم حتی یک حادثه پیش بیاد، ولی حادثه برای هم برای خود ایرانی ها هم پیش میاد. ما عرض کردم در جای دیگری که بودم امروز، ما 2 هفته پیش یک حادثه بسیار غم انگیز داشتیم در یک بیمارستان. کپسول های گاز منفجر شد و پزشکان و پرستاران ایرانی سوختند و اونها هم آب میخواستند، لحظات سختی داشتند. چند وقت پیش یک هواپیمای اوکراینی به اشتباه مورد اصابت قرار گرفت توسط نیروهای مسلح ما، متاسفانه اکثرشون هم ایرانی بودند. تمام جنایت های جمهوری ولایت فقیه ناشی از اشتباه یا دیگه شده دیگه. حالا تو ما دوست داشتیم دوستانه بحث رو شروع کنیم، یعنی بریز خاک و زیر فرش، هیچی نبود. چون جمهوری ولایت فقیه مسخر زیبایی، مسخر مهربانی، لطف، نمایندگانش در جهان آوازخوانان زیبایی و عشقند. میگید نه، یکی از نمایندگان واقعی و خالص جمهوری ولایت فقیه که جان و دلش با خمینی و خامنه یکی بود، امروز به درک واصل شد. واقعا میگم به درک واصل شد. آقای انیس نباش، کسی که آمد زنده یاد دکتر شاپور وقتیار رو بکشه قبل از توطئه‌ای که بعدن 10 سال 15 سال بعد اتفاق افتاد. با این جانورها اومدن ابو شریف و اینا اجازه گرفت و رفتن بختیار رو بکشن، و اگر ابو وفا نبود در این کار موفق شده بود محمد خاتمی. اینها رفتن و امیررضا بختیار زنجیر پشت در رو باز نکرد، اینا شروع کردن تیراندازی که انگشت امیررضا پرید. بعدم به یک بانوی فرانسوی و یک پلیس چیزن کشتنش. انیس نقاش رو گفتن 10 سال زندان بود، بعد مبادلش کردن با گروگان‌های فرانسوی. 10 میلیون دلار بابت 10 سال بهش پول داد. رفت تو زاهیه بیروت و تو جنوب لبنان مؤسسه پژوهشی زد، دوکون برای کار تروریستی، و با پررویی میمد تو تلویزیون حزب الله و تلویزیون المیادین و تلویزیون العالم دفاع میکرد از عملکرد و کارش و شده بودن آقا مفسر. بله یه روز من رفیق جورج هبش بودم و یه روز کمونیست بودم و حالا اسلامی شدم و نعلین امام خمینی و امام خامنه‌ای رو لیست میزنم.
این جانور نماینده ایناست. یه جانور دیگه حسن نصرالله، نمونه یه جانور دیگه حسن نصر شیطان، جانور دیگه در عراق آقای هاشمی، جانورهای متعدد دارن اینا در عراق، در حزب الله عراق، خراسانی ها، اینا همه هستن. الخراسان در یمن الان اینا ریختن حوثی ها شهر معرب رو بگیرن. باور کنید روزی 200-300 تا کشته و مجروح، بچه ها، پیر زن ها، پیر مرد ها، بر اثر این حمله که جمهوری اسلامی هم هدایتش میکنه. سفیر جمهوری اسلامی لباس نظامی پوشیده و داره عملیات رو هدایت میکنه. یک سفیر حمال آدم کش مثل ایرج خان در بغداد، اسمش ایرج ولی آدم که نیست که، مثل حسن کاظمی قومیه، مثل سلفیش، مثل همه اینو، مثل هم دیگه، همه جانوران آدم کشیان که در مکتب انیس نقاش ها بزرگ شد، در اونجا درس خوند. به هر حال بسیار برای من اسباب تأسفی که در میهن من امروز گروهی حکومت میکنن سر تا پا فساد، سر تا پا آلودگی. و همینجوری فکر کنید، همینجوری فقط یه لحظه، سوم حوت 1290، سوم حوتی که مردم پایتخت ناگهان با صدای تانک و مسلسل بیدار میشن، ولی خیلی آرام. بریگاد قزاق میاد میره به باغ شاه، اطلاعیه بیرون میاد، من حکم میکنم. کی؟ رضاخان سردار سپه، رضا شاه کبیر، مردی که ایران ویران داغون در هم شکسته رو روپای خودش بلند کرد، زیربنا ساخت، دانشگاه، رادیو، جاده، راه آهن. رضا شاه کبیر، این مرد بزرگ، این مرد وارسته و عاشق ایران این کاره. رضا شاه دیکتاتور بود. آخه نیست دور و برمون تمام رژیم های دموکراسی، واقعا توصیه میکنم برید کتاب 53 نفر، 50 نفر و 3 نفر رو برید بخونید، برید بخونید، برید. خود اونا اقرار میکنن که آقا تو زندان بله با ما بدرفتاری کردن، دریچه رو باز گذاشتن، هوای سرد یه ذره اومد. 53 نفر میرن اون تو، 53 نفر یکیشون هم آقای دکتر ارانی تا اون میگیره، حالا افسانه ساختن که تا اون رو بردن اون تو ریختن. آخه شما فکر کنید اگه تا اون توی اتاقی مونده باشه از یه زندانی قبلی، زندانبانان و بقیه هم که میرن این تو باید بگیرن. این افسانه هم درست. بسیار متاسفم، بسیار که چهره رضا شاه رو به جان که ماها بیان. البته کتابای قشنگی در این زمینه نوشته شده، راجی کتاب بسیار ارزندهی که ما در اینجا دیدیم درباره رضا شاه در اومد، آقای افخمی آنچه نوشت و همینطور چیز الان میگم براتون. ولی یه تیکه اول دکتر زیبا کلام رو راجع به رضا شاه اول گوش. روز سوم اسفند روز بسیار مهمی بوده در تاریخ معاصر ایران، روزی که منجر به روی کار آمدن رضا شاه میشه، روزی که چهره ایران عوض میشود. من حدود چندین سال پیش کتابی رو نوشتم در مورد رضا شاه، امیدوار بودم که وزارت ارشاد با چاپش موافقت بکنه، متاسفانه بعد از 6 ماه به من اطلاع دادن که با چاپ کتاب رضا شاه موافقت نمی کنن. 10 جلد کتاب در مورد رضا شاه چاپ شده ظرف 30-40 سال گذشته، مشکلی نبوده، اما یک کتاب که میخواد تئوری های توطئه و روایت حکومتی رو استفاده نکنه متاسفانه با چاپش مخالفت کردن. اون وقت جانور وابسته به امنیت خانه مبارک قبلی و فعلی آقای خسروخان معتضد میان راجب رضا شاه کتاب می نویسن، سر تا پا دروغ، سر تا پا لفاظی های دوریالی. آقای معتضد داری میمیری، پیر شدی، خجالت بکش، اون 2000 درشهی که رژیم داره بد میده. آخه فکر کن
تو خودتو با رضا شاه در میندازی؟ این مرد بزرگ وارسته چرا از صادق زیبا کلام یاد نمیگیری؟ تو استاد دانشگاه هم شغلش هم ازش گرفتن، کرسیش هم ازش میگیرن، ولی این آدم حاضر نمیشه از حقیقت دست برداره. چرا باید آدمی مثل تو در این حد خود رو لجن بکنه؟ ما امروز یک ترانه که نه، یک مرثیه استثنایی برای شما پخش کنم. این رو برای من دوستانم از شیراز فرستادن. گوین که ساز خراسانی است، دوتار خراسانی. بریم با هم گوش بدیم. بی تصویره ولی حلاجوار در سوگ بهنام محجوب. گوش بدیم با هم. مجمع نار و نور من میزنم انالحق، مجمع نار نور من میزنم انالحق، همچون درخت طور من میزنم انالحق، همچون درخت طور من میزنم انالحق. زن و گمان هوا شده به دم یقین من، بی خطر و خطور من میزنم انالحق، بی خطر و خطور من میزنم انالحق. انتها رسد که شوی هوالله، بی منم و غرور من میزنم انالحق، بی منم و غرور من میزنم انالحق. مثل شهید عاشقی سر دور از تنم، گوشه این تنور من میزنم انالحق، گوشه این تنور من میزنم انالحق، گوشه این تنور من میزنم انالحق. کش جهنمم به زمان قهر خود، شعل کش جهنمم به زمان قهر خود، جنت و باغ و حور من میزنم انالحق، جنت و باغ و حور من میزنم انالحق. مثل شهید عاشقی سر دور از تنم، مثل شهید عاشقی سر دور از تنم، گوشه این تنور منم میزنم انالحق، کش جهنمم به زمان قهر خود، جنت و باغ و حور من میزنم انالحق، جنت و باغ و حور
من میزنم انل هست. محشر و حشر آخرت، محشر و حشر آخرت، منم اون سرات و پل در گذر و عبور، من میزنم انل هست، در گذر و عبور، من میزنم انل هست، در گذر و عبور، من میزنم انل هست. بله بله، با درود دوباره. البته این مفصل تره، ما دیگه زمان زیادی نداریم. سپاسگزارم از دوست نازنینم که تذکر داد که امیر خسرو امیر افسون برادر نبود، قومخیش بودن اما برادر نبود. خب اشتباه بنده بود، چه خوبم شد که الان توضیحش رو دادم. ممنونم از مسعود مهدود عزیز. در حال اینا خاندان بزرگی بودن، من در این شکی ندارم. و خود امیر خسرو رو من هیچ وقت ندیدم، ولی امیر اصلان رو دید و مرد بزرگ، مرد وارسته. باری امروز راستی تولدایی هم داشتیم، یادم رفت بگم. دیروز تولد دلکش بانوی نازنین آباد، اسمتی که دلکش نام گرفت و دکتر صدرالدین الهی در اون رمان بسیار زیبای زن آواز طلایی، وقتی ما بچه محصل مدرسه بودیم، ما رو دنبال زندگی او کشید و ازدواجش با داریوش فزونمایه. بعد یه کافه‌ای درست کرده بود، میرفتیم شبا اونجا گاهی سنین بعد بزرگ. وقتی هم اومد لندن اینجا برنامه گذاشت با خانم فائزه مسکه بود که جاهایی که دیگه سینه نمی کشید فائزه می. امروز تولد لیلا جان فروهرم، لیلایی که دخترک کوچکی بود و می اومد و توی فیلم ها بازی می کرد، نقشه قشنگ، بعد اومد موسیقی و آواز خوند و صداش گرفت و چقدرم خوب. و بعد همسر دوست و قوم من آقای نبی شد، اسماعیل عزیز، و تبریک میگم تولدش رو. و همینطور به یک کسی دیگه که خیلی هم دوستش دارم، هما جان میرفشار. هما هم امروز تولدشه، صمیمانه بهش تبریک میگم، پایدار باشی و همچنان ترانه های زیبا بسرای. خب اینم از داستان ما. حالا بریم سر حکایت های دیگری که فرام. آقای گروسی رفت تهران، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفتگوهایی داشت، موفقم بود به این معنا که یه دوران 3 ماهه گذاشتن برای اینکه ایران از امپیتی نیاد بیرون و جلوی بازرسا رو نگیره. مجلس بیبو و بیخاصیت بیارزش، بلا فاصله جلسه کرد، 230 نفر رأی بدن، نه توافق مورد قبول نیست، فقط اینا به درد همینا میخورن، به درد همین که بیان و جلوی اقدام میرم که مثبت و به نفع مملکته، اونم جلوشو بید. و واقعا از فاقه تأصف منه که چنین، واقعا از فاقه تأصفی که آدم برسه به اون نقطه‌ای که مصلحت مملکتشم مورد اعتراضی دادم قرار بگه، تو مجلس نشستن هیچ کاری نمیکنن جز اینکه در 15 میلیون تومان پول بگیرن، پول اجاره بگیرن، پول نمیدونم ماشین بگیرن، پولای مختلف بگیرن، به خاطر اینکه نمایندگان ملتن. یادش بخیر نادعلی کریمی هم نماینده ملت بود که بلند شد طرح ملی شدن نفت، دکتر مصدق هم نماینده ملت، نمایندگان. حتی تو این دوره آخر من بارها گفتم علی اصغر مظهری رو داشتم،
روزی که شاه میرفت مرحوم پزشکپور با در کجا چوپان گلشو به امان خدا میگذارون، هیچ وقت یادم نمیره اون باشه و و و دیگرانی هم که بودن و هدفشون خدمت به وطن بود، مرحوم عبدالهادی آقایان. باری خانم آریان طباطبایی دختر آقا جواد، فیلسوف و دوله، در رابطه با خیزش های مردم ایران توهینی به ملت ایران کرده که بسیار به من برخورد. ایشون اعتراضات آبان ماه اینا رو میگه که بله اینا چیز نبود، شوخیه، مسخره است. من راجع به این همون روزی که اگه یادتون باشه این چرندیات رو گفته بود خدمتش رسیدم اونجور که لازم بود. بعدم وقتی به وزارت خارجه رفت اومدم اینجا سوابق خودش و پدرش رو اینجا بیان کردم. ایشون پدرش دوست یکی از دوستان ما بود که بانوی فاضل و سرشناس بود و به طریق اسلامی هم با هم زندگی نمی کرد، ولی خب این آقا در حال ارتباط بسیار مناسبی هم با دولت داشت. اتفاقا همون خانم رو برداشت برد یه بار ایران که اسباب دردسر شد و بعد سعید امامی راجبش مزخرفاتی گفت و بسیار زن فاضل و فهمید. این آقا امثال اینا آدم حرمتی برای جواد طباطبایی قائل میشه. به هر حال یادم هست یه روز دکتر احسان نراقی زنده یاد به من گفت این جواد بسیار آدم باسواد، فلسفه رو فوق العاده خوب میدونه و اگر قرار به نمره دادن بود و جا کسی رو گذاشتن به مراتب این حقانیت بیشتری از سید حسین نصر داشت برای اینکه در اون جایگاه قرار بگیره. خب این آقا چرا باید بگذاره دخترش به ملت ایران همچی توهینی بود؟ این خانم، خانم آریان طباطبایی، تصویرش رو بذارید مردم از جلو هم ببینن بهتر آشنا بشن با این خانم. Protest as an unusual thing in Iranian life, then yes, we might think of what's going on here as a big change. But protests are actually a feature in the Islamic Republic. They're not a departure. They're perhaps getting more attention today, and there's social media, so you see a lot more of you see videos and footage and images. But they've been happening since the beginning of this regime, and actually going back to the early 20th century with the constitutional movement. So protests, discontent, reform efforts are all part of an inherent part of Iranian public life. And you know, if you go back again to 2009 and then later in 2012 and then 2017 and 2018, people have been predicting that the Islamic Republic will collapse. And actually there's a joke that goes around in Iranian families, which is, you know, inshallah next year in Tehran, right? But inshallah next year in Tehran has been sort of kicked down the road for 41 years. And the IRGC came out and took responsibility, kind of shockingly actually. این دختر با وقاحت، با وقاحت، انشالله سال دیگه، یا مسخره ملت رو مسخره. درسته مردم با امید زندن، مردم باید اینو بگن. چی بگن؟ بشینن عزا بگیرن تا روزی که سیدعلی بره و بعد آقازادش بره و نوش بره؟ نه، اینطور نیست. ملت ها به امید زندن، ملت ها به اراده شون زندن. مگه کسی فکر میکرد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با اون قدرت فرو بریزه؟ من چک ریپابلیک و لهستان و بلغارستان همه داره قبل از دوران سقوطشون، یعنی سقوط که چه ارز کنم، خوشبختیشون، دیده بودم و بعدم دیدم. این دفعه که رفتم لهستان لخوال شاردم، اصلا باورم نمیشد اون لهستانه. حتی با لهستان دوران همبستگی که آغاز کار اینا بود، زمین تا آسمون فرق داشت. اون زمان سولیداریته گرسنگی بود، خستگی بود. یالوزلسکی آدم خوبی بود، با اینا کنار اومد. ولی شما جاهای دیگه در آلمان شرقی، در اگه آلمان شرقی یکی نشد مردم تو گوشه خیابون میمردن. اتحاد شوروی سقوط کرد، ویتنامی که سرسخت‌ترین دشمن آمریکا بود و امپریالیسم و غیره، امروز از برکت کمک‌های آمریکا به یک غول اقتصادی
شرق دور تبدیل شده. تا کی ما بعد این مصیبت؟ دبی رو نگاه کنید، دارم خجالت میکشه. عربستان پسره دست دوست دخترش گیه تو خواه امیلی، چیزی که محال بود دو سال قبل فکرشو بکنی. خانم قاده میره اونجا کنسرت میده، راغب علامه میره کنسرت میده، دختر به سوا مثلا گوش میده. وقت تو مملکت ما حداد و عادل باید معلم اخلاق ما باشه. سر تا پا فساد. شرم کنید. این تیکه دروغ شاخدار رو نگاه کنید در مورد حوزه که بودجه پژوهش رو ما دریافت نکردیم. گوش بده، خیلی بامزه. حجت الاسلام ابوالقاسم مقیمی حاجی، معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه، گفت حوزه علمیه هیچ بودجه پژوهشی از دولت دریافت نمی‌کنه، در حالی که هر سال بودجه دقیقاً تحت عنوان بودجه پژوهشی به طور مستقیم به حوزه‌های علمیه پرداخت میشه. بودجه پژوهشی پرداخت شده حوزه‌های علمیه در سال 98 58 میلیارد تومان و در لایحه بودجه 1400 بالغ بر 124 میلیارد تومانه. این یعنی سالانه تقریباً 50% رشد در این ردیف از بودجه عمومی کشور. این علاوه بر اعتبارات پژوهشی سایر نهادهای مذهبی شیعه مثل سازمان تبلیغات و همچنین قراردادهای حوزه‌های علمیه با دستگاه‌های دولتی برای امور پژوهشی. با این اوصاف ادعای ابوالقاسم مقیمی حاجی، معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه، دروغی شاخدار و قطعاً با علم به واقعیته. حالا سوال اینجاست که حضرت حجت الاسلام از سر تقیه این دروغ رو گفته، یا ما ایرانی‌ها رو جزوی از مخالفینی دونسته که دروغ گفتن به اونها طبق عقاید اصول کافی ثواب داره؟ بله واقعا دیگه گفت دروغ که اوناق نمیاده، بیرم هستن دیگه، هم سر تا پا رژیم جهل و جور و فساد و دروغ، از بزرگ تا کوچکشون دروغ میگن. داشته کتاب رضا شور میگفتم، کتاب سیروز غنیر هم باید بهش اشاره میکردن که فوق العاده کتاب خوبیست. اما دکتر زیبا کلام هزار درود برد، هزار درود برد. اون دفعه هم که باهات صحبت کردم لذت بردم، انشالله به زودی با هم گفتگو خواهیم کرد. زیبا کلام آدم صادقی است، ادا در نمیاره، درست حرفشو میزنه. هیچ وقت من دیدم ادا دراره بخواد مثلا با یه جوری خودشو گنده کنه؟ زیبا کلام همیشه با صداقت حرفاشو زد. روزگار عجیبی است. کاروان مال سازمان ملل بوده، بهش حمله میشه، سفیر ایتالیا کشته. عجب سفیر بدشانسی بوده. سرزمین که کنگو عجب سرزمینیش. فکر کنید یه مرد بزرگی مثل داک هامرشول، دبیر کل سازمان ملل تو دهه 60 میلادی، داک هامرشول، چومبه، موسا چومبه که دیکتاتور بود و میخواست جای لومونبا رو بگیره، هواپیماش رو زدن و سرنگون. بعد این سرزمین از اون روز روز خوش ندیده. دوران موبوتو، 30 سال این مردک این کشور ثروتمند رو به فقر نشون، فقر مطلق. همین کاری که ولایت فقیه با ما کرد. اونجا هم مرکز الماس بود، طلا بود، نفت داشت، کاوچو داشت، همه چی داشت. تیک پارش کردن. الان این ور اون ور رودخانه کنگو تو کینشازا صبح به صبح جنازه ریخت میرن جمع. کشور یه جایی رسید که وقتی وارد جنگ هایی شدن با بوروندی و رواندا و بعد اون کشتارهای، یعنی واقعا کشتار جمعی بود، جنایت علیه بشریت، چه اتفاقایی افتاد که بعد خوب سازمان ملل مداخله کرد، یه عده‌شون رو محکوم. و اون موبوتو عجب جانوری. بله حضورتون عرض بکنم که آقای سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، اعلام کرده تماس با ایرانی‌ها برای آزادی شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی آغاز شده. آقای جیک سلیوان در گفتگو با سی بی اس نیوز بازداشت شهروندان دو ملیتی رو غیر عادلانه و غیر قانونی دانسته. جمهوری ولایت فقیه اینا رو گذاشته برای بعد. شما الان در ماجرای نگاه کنید، در ماجرای بلژی، در ماجرای آدمکش قاتلی به نام اسدی، اینا نشستن تا برنامه مبادله پیش بیاد. 20 سال به دیپلمات ما زندان میدی؟ حالا ما هم میام به دکتر ایرانی که پوست و جان و گوشتش ایرانیه حکم اعدام میدی. تو زندان هم اینقدر شکنجش میکنیم که
همونجا دق بکنی. مثل محجوب نازنی رو که تو زندان با دارو کشته. این جمهوری ملت. یادم هست بعد از یه بار گفتم براتون، بعد از سرنگونی صدام حسین تو کویت یه کنفرانسی بود، منم رفته بود. تو این کنفرانس حاکم امریکایی عراق اونجا بود و معاونش دکتر جونز اونم بود و تنی دیگر. من سخنرانی کردم، خیلی مورد توجه قرار گرفت. البته من به عربی صحبت کردم ولی چون اونجا گوشی بود همش رو شنید. یعنی 90% شرکت کنندگان از دیپلمات‌ها و دولت مردان عرب با گوشی گوش می‌کردن، ولی اونا گوشی داشتن که به زبان انگلیسی ترجمه می‌شد سیمیلتینیس، هم زمان. اومدی آقای دکتر به من گفت من میتونم شب بیام شما رو ببینم؟ گفتم بله. تو هم هتل شراتون بود. ایشون شب اومد و در زد و یه بطری ویسکی هم دستش در زد اومد. نشستیم به گپ زدیم تا 4 صبح هم حرف زدیم. گفت این حرفایی که شما زدید خیلی عجیب بود. گفتم برای شما عجیب بود؟ یعنی شما فکر کردید دروازه عراق رو باز میکنید برای محمد باقر حکیم؟ محمد باقر حکیم یه عده علیه السلام ور میداره با خودش میبره عراق که برن عراق رو تمیز کنن، زمین ها رو درست کنن؟ اینو فکر کردید؟ یه هفته بعد که دیدید این 5000 نفری که این با خودش آورده و بعضن رو گذاشتن فرماندار تواریج، فرماندار هله، عربی بلد نیستن، نفهمیدید؟ وقتی آقای ابو مهدی مهندس دنبال آقای احمد چلپی فرد مورد امتیاز و نظر شما سر از ایران در آوردن و بعد دسته دسته تروریست وارد عراق کردن، شما نمیدونستید؟ میدونستید یا نمیدونستید که وای به حال شما؟ اگرم میدونستید که خودتون رو زده بود به اون را، بازم من بسیار براتون متاسفم. متاسفانه در تمام این 42 سال تعامل آمریکا، فکر کنید مثلا این اومد بهتره از اون یکی از این بهتره، نه، همشون یکی بود. دنبال مسئله خودشون بودن، یکی باهاش رو چنگال غذا میخورده، یکی با دست. تفاوتشون همین بود، یکی با پنبه سر میبرده، یکی با چاق. بنابراین فکر نکنید که ما الان بشینیم دنیا بیاد ما رو بابا چچا ببوسه و پرش قرمز برامون بندازه. این آقای روحانی دوستانش فکر میکردن جو بایدن الان دست گل برای قبر قاسم سلیمانی میفرست. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده آفر، همه شما رو به پروردگار عاشق می‌شم.